آشپزی میتونه یه کار خلاقانه و لذت بخش باشه. الان فصل پاییزه و یکی از سبزیهایی که زیاد میبینین چغندره. چطور میتونیم از این سبزی که خواص مفید زیادی داره و کالری کم، یه غذای خوشمزه و جذاب به خاطر رنگش درست بکنیم؟ سلام، من هاجر هستم. با ماجراجویی های من در آشپزخانه همراه باشید. چغندر متوسط رو خرد می‌کنیم و به مدت 15 دقیقه می‌پزیم. بعد با آب مخلوط می‌کنیم تا به صورت کاملا یک نواخت در بیاد. بعد به اندازه یک پیمانه از این مخلوط رو داخل ظرف می‌ریزیم و دو پیمانه بهش آرد اضافه می‌کنیم. به همراه یک قاشق چایخوری نمک و مخلوط می‌کنیم. یک قاشق غذاخوری هم روغن زیتون اضافه می‌کنیم. یک دوم پیمانه آرد باقی مانده رو آروم آروم به خمیر اضافه میکنیم تا جایی که خمیر به دست نچسبه، ولی زیاد هم نباشه که باعث سفت شدن خمیر بشه. حدود 5 دقیقه خمیر رو ورز میدیم و میذاریم حدود 30 دقیقه استراحت کنه. بعد روی سطح آرد میپاشیم و خمیر رو با وردنه باز میکنیم. خمیر رو به شکل‌های دلخواه برش می‌زنیم. آب رو جوش می‌آریم و رشته‌ها رو توش می‌ریزیم به همراه نمک و حدود 3 دقیقه می‌پزیم تا جایی که رشته‌ها از کف قابلمه به سطح آب بیان. بعد آب کشی میکنیم و یه تفت کوچولو بهش میدیم با یه قاشق روغن. حالا بریم سراغ مواد ماکارونی. یه قاشق روغن زیتون رو به ماهیتابه میریزیم و توفوها یا همون پنیر سویایی که خرد کردیم و با یک دستمال آبش رو گرفتیم رو بهش اضافه میکنیم و همراه کمی سس سویا، زردچوبه و نمک. فقط نمک کمی بریزید اگر سس سویاتون نمک داره. حالا نوبت خرد کردن گردوه. گردوها و سیر خرد شدهمون رو با یه قاشق روغن تفت میدیم و تمام. در آخر میتونین از پیازچه خرد شده یا سبزی‌های سبز دیگه‌ای که دوست دارین برای تزیین یا برای تمدار کردنش استفاده کنین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این غذا رو درست بکنید و لذت ببرید.